میخوام در مورد انواع دیکشنری باهاتون صحبت بکنم. ما سه دسته دیکشنری داریم، همونجوری که مستحضر هستین. انگلیسی به انگلیسی، انگلیسی به فارسی، فارسی به انگلیسی. حالا کدومش رو باید استفاده کنیم و داشته باشیم؟ خب معلومه. اول از همه شما باید یه انگلیسی به انگلیسی داشته باشید که چون ما حالا داریم امریکن کار میکنیم، دیکشنری لاینمن خیلی خوبه و خود منم دیکشنریم لاینمن هستش که با این گوشی‌های اسمارت که وجود داره و یا تبلت ها شما میتونید خیلی راحت به جای اینکه اون پیپریشو بگیرید که الان دیگه خیلی مرسوم هم نیستش، دست بچه‌ها زیاد پیپری نمیبینید چون به خاطر این گوشی‌هاشون، میتونید راحت روی گوشیتون نصب بکنید چون اودیو هم داره و میتونید تلفظ اون کلمه رو هم یاد بگیرید. پس در درجه اول اهمیت این انگلیسی به انگلیسیه، چون شما میخواین یه واژه‌ای رو توی کانتکست انگلیسی یاد بگیرید دیگه، باید بدونید جایگاهش رو، کجا استفاده شده، چجوری استفاده شد، آیا اصلا لغت مناسبی هستش توی این کانتکست یا نه. حالا میریم سراغ فارسی، ببخشید انگلیسی به فارسی. ببینید این دوتا هم اوکی هستش، یعنی بعضی ممکنه بگن نه نباید استفاده بکنید، شما باید فقط انگلیسی به انگلیسی استفاده کنید، ولی من میگم نه، هر آنچه که به پیشرفت شما کمک میکنه در زبان آموزی اوکی هستش، ولی یه شرایط داره. حالا این انگلیسی به فارسی رو درتون توضیح میدم. اوکیه و مثلا خیلی موارد هستش که تا شما کلمه‌شو یعنی ترجمه فارسیشو نفهمید اصلا نمیتونید درک بکنید اون واژه رو. مثلا چی؟ مثل اسم سبزیجات، میوه ها، حیوانات، درختان و پرنده ها و از این دست. خب حالا تو انگلیسی به انگلیسی هزار تا هم شرح و بسط بده که در مورد اون کلمه که اینجوریه اونجوریه قابل درک ممکنه براتون نباشه، تا اینکه مثلا بدونی که این کلمه مثلا معادلش اینه توی فارسی. مثلا ایگل میشه عقاب، یا مثلا اپل میشه سیب، یا اورنج میشه پرتقال. اینا رو که ببینی خیلی راحتی که تا آخر عمرتون یادتون میمونه و ازش استفاده میکنی، جای نگرانی هم نیستش. خب دسته سوم فارسی به انگلیسی هن. گاهی پیش میاد که شما دنبال یه واژه میگردین که یادتون نمیاد، یا اینکه برای اولین بار میخواین ازش استفاده بکنید نمیدونید چیه، بهش مراجعه میکنید. مثلا همین کاری که گوگل ترنسلیت داره میکنه، واژه رو میدین تا معادلش رو براتون بیاره. ممکنه که ولی ممکنه که یک عالم معادل براتون بیاد، آیا همه اینها درسته، آیا همه رو من میتونم استفاده کنم. مثلا یک کلمه رو میگم که یه بار خودم چون دنبالش میگشتم و بهتون مثال میزنم، حالا شاید براتون مثلا مسخره بیاد، ولی دنبال کلمه ملاقه میگشتم. یه زمانی داشتم رایتینگ مینوشتم، داشتم یه کاری میکردم، هرچی فکر میکردم کلمه ملاقه رو نمیدونستم چیه. خب اومدم سرچ کردم تو همین دیگه، اون موقع خب من پیپری داشتم دیگه، کتابا رو، اون موقع دیجیتالی نبود که. اومدم سرچ کردم مثلا یه عالم معادل برات میاره، ولی خب همه اینا که درست نیستش که. بنابراین تک تک اونها رو من با انگلیسی به انگلیسی چک کردم. یعنی شما باید همین کار بکنید، یه واژه که پیدا میکنید همش رو با انگلیسی به انگلیسی چک بکنید، ببینید آیا تو اون کانتکسته تو اصلا معنی میده، اصلا واقعا این همون کلمه ای هستش که شما دنبالش میگشتین. چون خب فارسی با انگلیسی یه سری جاها متفاوته، حالا عین ممکنه کلمه رو بیاره ولی خب به معنای دیگه ای هم هستش. و چک بکنید اگه دیدین که آره نوشته که این وسیله ای هستش که در آشپزخانه استفاده میشه و برای سرو غذا هستش، خب میبینید پس این کلمه درست ازش استفاده میکنی. ولی نمیدونی واسه یه سری چیزای دیگه گفته خواست میبینی نه این کلمه غلطه، نباید ازش استفاده بکنی. بنابراین هر سه تا دیکشنری مفید و البته در درجه اول اهمیت انگلیسی به انگلیسی، شما باید یاد بگیرید که وقتی ازتون دفینیشن یک واژه رو خواستن، یعنی تعریف اون واژه رو خواستن، بتونید به انگلیسی توضیح بدید. و اینکه ولی اون دو تای دیگه هم کاربردیه، به بختش میتونید ازش استفاده بکنید اگه به پیشرفتتون کمک میکنه، ولی گفتم شرایط داره که حتما باید شرایط رو لحاظ بکنید.